درود ویژه دارم خدمت همه شما دوستان عزیزان. خیلی ممنون که امروز با من همراه هستید. یه برنامه بود مدتی دوست داشتم درست کنم، وقت نمیشد. راستش وقتی که اومدم در دنیای غرب زندگی کردم، یک سیلی هایی تو صورت من خود به عنوان یک حقیقت که آواز دهل از دور خوش است، و چقدر فارغ از اون بحثی که آواز دهل از دور خوش است، چقدر فاصله داره تصور ما به اروپای غربی، دنیای غرب، آمریکا، کانادا، انگلیس، هلند، چه می‌دونم آلمان، و چقدر حقیقت موجودیتش با اون ذهن ما متفاوته. خیلی سیلی سنگینی بود تو صورت من، یعنی باور نکردنی بود. و یک چیزی که من رفته رفته متوجه شدم در کشور غربی، متوجه شدم که اولا که تعداد قابل توجهی مهاجر وجود داره. اصلا شما کانادا کانادایی نمی‌بینی، آمریکا این بخش قابل توجه، اصلا شما سفید پوستای آمریکایی که میگن که حالا مثلا خانواده‌های اروپایی هستن که 4 نسل مهاجرت کردن و دیگه نمی‌بینید، تقریبا بخش قابل توجه همه مهاجرن. هم. پس آقا یا اینا همشون تو جنگ جهانی دوم کشته شدن، یا اینکه اینا کجان؟ پس اروپاییای اصیل کجان؟ اونایی که پول دارن. حتی اگه اروپاییایی رو می‌بینیم، اروپاییای سطح پایین‌تر رو می‌بینیم. پس اینایی که به عنوان غربی هستن کجا؟ این خب همین سوالات برای من بود، باعث شد که شروع کنم مطالعه کردن کشورها رو که مختلفو می‌دیدم، خیلی باورهام عوض می‌شد. یک نقطه‌ای رسیدم تو این تحقیقات، دیدم که انگلیس، اولا که متوجه شدم خیلی از اروپایی‌ها اینا جاهای زندگی می‌کنن که اصلا تو آمارها اسمشون هم ما نشینه، اصلا تو نقشه دیده نمیشن، که حالا می‌خوام امروز در موردش صحبت کنیم. من متوجه شدم که انگلیس یک مجموعه جزایری رو در سرتاسر کره زمین داره که خیلی جالبه، که اینها نزدیک 16 جزیره هستن به نام سرزمین‌های فرادریایی انگلیس، که امروز در مورد این صحبت می‌خوام بکنم، ولی در مورد سرزمین‌های فرادریایی فرانسه و کشورهای دیگه هم بعداً می‌خوام صحبت کنم. یه مشکلی که متأسفانه ما داشتیم در قرن‌های گذشته، خیلی درگیر بودیم، حملات گسترده‌ای به ما شد. خب ما تا پس از حمله اسلام به کشورمون، ما مدت‌ها طول کشید که بتونیم تا دوران صفویه کل فلات ایران زیر یک پرچم بیاریم اینا، و در این سال‌هایی که ما درگیر بودیم دوباره بتونیم ایران رو تشکیل بدیم، کشورهایی چون انگلیس، چون اسپانیا، چون فرانسه و حتی پرتغال و هلند فرصت اینو داشتن که با قدرت نیروی دریاییشون جزایر ناشناخته در دنیا رو بیان یه جورایی مصادره کنن، فتح کنن و بومیان این کشورها رو یا برده کنن یا از بین ببرن، که در موردش میخوایم صحبت کنیم. و امروز میخوایم در مورد سرزمین‌های فرادری صحبت کنیم. و متأسفانه ما قرن‌ها رو یه جوری از دست دادیم، چون عموم این تصرفات مال قرن‌های 14-15 میلادیه و تا قرن‌های 17-18 میلادی ادامه داشته و خیلی تونستن که در حقیقت سرزمین‌های ناشناخته و بسیار مهم استراتژیک رو اینا فتح کنن. سرزمین‌های فرادریایی انگلیس در حقیقت این تصویری که دارید میبینید در یک چیز کلیش، یعنی شما اگه نگاه کنید در این تصویر، یک سری جزایر اینجا میبینید که شما نمیتونید بگید مثلا این جزایر متعلق به آمریکای جنوبی یا آفریقا، یا حتی اینجا جزایر رو داریم که بین آفریقا و استرالیا و در حقیقت آسیاست، و این دقیقاً یک موقعیت استراتژیک مهمیه که مهمترین جزیرم در اینجا دیگو گارسیاس. همین یه تیکه‌ای که شما دارید می‌بینید مجموع 1000 جزیره کوچکه، و من دیدم که انگلیس تونسته این جزایر ریز رو بگیره. حالا یه چیزی بهتون بگم که شوک واقعا داره برای آدم. ایران تا اونجایی که من آمار دارم، یعنی آدم وقتی می‌خونه، ایران 1,648,000 کیلومتر مربعه. سرزمین های فرادریایی انگلیس که این جزایر کوچک شما میبینید توی نقشه نقطه نقطه است، با همدیگه که جمع بشن 1,700,000 کیلومتر مربع، یعنی یک چیزی حتی بیشتر از ایران. باورتون میشه؟ یعنی جاهایی که اینا تونستن تو قرن 14-15 میلادی عموما، و بخشی رو تو قرنهای 17-18 میلادی، اگه یادتون باشه من تو صحبتام از نیروی افسانه‌ای انگلیس و بریتانیا بارها یاد کردن، گفتم آقا نیروی دریایی افسانه‌ای داشتن، و اینها موفق شدن جاهایی رو تصرف کنن که در مجموع با هم دیگه جمع بکنید بیشتر از خاک سرزمین ما هست.
ما 1,648,000 کیلومتر مربعیم و اینا 1,070,000 کیلومتر مربع فقط سرزمین دارن، با این تفاوت که در تمام کره زمین و جاهای بسیار مهم دارن. حتی این جزیره که شما دارید میبینید خب جای خیلی استراتژیکیه. حالا در مورد این جزایر میخوام صحبت کنم. اولا این جزایر کاربردشون برای انگلیس چیه و خیلی جالبه، تمام این جزایر پرچم انگلیس دارن. حالا در کنارش که پرچم انگلیس دارن، عکس یه گاوی، گوسفندی، ماهی، چه میدونم خرچنگی هم گذاشتن که تفاوت‌های اینا چیز بشه، مشخص بشه. همه اینا در قیمت انگلیس هستن، حکومت‌های دست نشانده گذاشتن ولی زیر نظر انگلیس هستن و انگلیس به جز سرزمین‌هایی که حالا در کنار خودش اشغال کرده مثل ایرلند و اسکاتلند و اینا رو اونجا تسلط داره، در این سرزمین‌ها هم کاملا داره فعالیت می‌کنه و این سرزمین‌ها چه کاربردی برای انگلیس داره. من به صورت کلی میگم، بعد می‌ریم جزئی این سرزمین‌ها رو مورد بررسی قرار بدیم که برنامه خیلی جالبیه و اینها رو به شما نمیگم. به شما میگن کجا برید زندگی کنی، به شما میگن بیاید اینجا کشور اروپایی زندگی کنید، ولی خود این عزیزان در اروپا اینجاها دارن زندگی میکنن، اینجاها دارن زندگی میکنن، جزایری که اصلا یا حتی در دیوات دیوگارسیا کاربرد نظامی داره، ده حتی در این جزیره ای که شما دارید میبینید و سالها به خاطر این جزیره ای که الان دارید میبینید، حالا میرسیم بهش که برسیم براتون بیشتر توضیح خواهم داد، به نام جزایر فاکلند هستش، سالها با آرژانتین جنگیدن، یک جنگ 74 روزه هم داشتن که 255 تا انگلیسی و 700 تا آرژانتینی کشته شدن. در موردش خواهم گفت، عجله نکنید، خیلی پژوهش جالبیه تو این زمینه. خود انگلیسی ها کاربردشون در مورد این جزایر چیه؟ البته اینجا هم که ببینید قرمز این قطب جنوبه، بخشی از قطب جنوبم سرزمین انگلیسه که اینجا قرمز شده دارید می‌بینید. کاربردش برای انگلیس چیه؟ چندین کاربرد داره برای انگلیس. بعضی از این جزایر خالی از سکنه است و در حقیقت به مانند جزیره دیگو، مجموعه جزایر دیگو گارسیا که 1000 تا جزیره هستن، 1000 تا جزیره کوچیک کوچیک، شاید مثلا تو بعضیش بهتون بگم اندازه یه میدون باشه، 4-5 نفر هم بیشتر جا نشن. این اون جزیره کاربرد نظامی داره برای انگلیس که صحبت میکنیم در موردش بسیار کامل، که الان مهمترین تهدید علیه ایران و تنگه هرمز همین جزایر واقعا 1000 جزیره کوچولو در وسط اقیانوس هنده که اصلا آدم باورش نمیشه که اینا پایگاه نظامی دارن و 4000 نظامی آمریکایی و انگلیسی اونجا آماده یه حمله به کشورمون هستن، اونجا هستن. اما بخش قابل توجهی از این جزایر نقش پولشویی دارن، کار بانکداری میکنن، پولدارهای کره زمین در این جزایر بانک دارن و اونجا دارن کارهای پولشویی و اختلاسهای خودشون رو انجام، یعنی تمام اختلاسهایی که در دنیا انجام دادن پولاشو میارن عموما تو این جزایری که دارید میبینه. اینا جزایری که در بین آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی است که در متعلق به انگلیسه و در موردش صحبت خواهیم کرد، نقش پولشویی دارن. یا مثلا بخشی که جزیره نیست و بخشی از خاک انگلیسه به نام جبل طارق، در حقیقت برای تسلط به تنگه جبل طارق بین اروپای جنوبی و آفریقای شمالیه که در موردش صحبت خواهیم کرد. پس کاربردهای زیادی دارن و نکته مهم اینه که اصل کاریا در انگلیس پولداراشون، کسانی که ما اونها رو به عنوان دولت مخفی بیدلبرگ میشناسیم، در این جزایر دارن زندگی میکنن. کسافتکاریاشون رو جای دیگه میکنن ولی پولاشون همه اینجا، زندگیهای اصلیشون تو این جزایره. حالا در موردشون بریم یه مقدار صحبت کنیم با عکس و اینا. اولین سرزمینی که خیلی جالبه بدونید که مال انگلیسه و بسیار مهمه، آکراتاری و داکیلیا هست. آکراتاری و چیز داکیلیا دیگه، اینا خیلی جالبن. اینا توی سرزمین قبرس هن. این قبرس دارید میبینید و اینها در سرزمین قبرس هستن و نکته جالب اینه که خود قبرس دو بخشه، اینم پرچم کشوره، پرچم آکراتاری و دکیلیا هست، هر کدوم از اون شیرا نشانه یک بخشه از این، شیر اول نشانه آکراتاری هست که در بخش شمالی و ترک نشین قبرس قرار داره و داکیلیا در بخش جنوبی و بخش یونانیه جزیره قبرس قرار داره. الان جزیره قبرس که میدونید قبلا همش مال امپراتوری عثمانی بوده، در جنگ جهانی اول که در حقیقت عثمانی سقوط میکنه و ما دیگه بعد از اون یه شاهد به وجود اومدن حکومت ترکیه هستیم، این قبرس از دست میره. قبرس قبلا یک جایی بوده که تبعید میکردن حالا زندانیا رو در دوران عثمانی. حتی مثلا شما یک شاخه از جریان بابیت
که ازلیان هستن در قبرس رهبرشون به نام آقای صبح ازل تبعید میشه، حتی یک تعداد بهایی هم تبعید میکنن در کنار ازلیان، ولی رهبر ازلیان اینجا میره. حتی قبر آقای صبح ازل برادر بهاءالله در همین قبرسه و اینجا قبلا کامل مال عثمانی بوده. بعد که عثمانی سقوط میکنه بین ترکیه و یونان سر این جزیره دعوا میشه. ترکیه میگه خیلی خب قسمت شمالی مال منه، یونان هم میگه قسمت جنوبی مال منه. حالا ببین انگلیس چقدر پدر سوخته است، بین این دعواها اینا میگه نه آقا من حق آب و گل دارم، اومده جایی که یه جزیره کوچولوئه، خود قبرس جزیره حالا آنچنان بزرگی نیست، حالا انگلیس هم اومده میگه نه پدر سوخته منم باهاتون بحث دارم، دعوا دارم، و دو منطقه از جزیره قبرس رو، یک تیکه رو از ترکیه میکشه، یه تیکه رو از یونان میکشه و آکراتاری و داکیلیا رو از آن خودش میکنه، با وقاحت هم پرچم براشون تعیین میکنه و این دو بخش، شما نکنه قبرسی که این بالا ترکی صحبت میکنه پایین یونانی، این دو منطقه که در واسه فکر کنه اندازه یه میدون تو تهران، اینا انگلیسی صحبت میکنن برای انگلیسه. و هدف انگلیس برای این، که البته بهتون بگم این برنامه نمیتونه هدف تمامی این جزایری که الان دست انگلیس رو توضیح بده، چون نیازمند به پژوهش بیشتریه که دقیقاً چی میخواد، ولی یکی از اهداف انگلیس تسلط به منطقه استراتژیک دریای مدیترانه است، چون قبرس نزدیک بخش‌های سواحل شرقی دریای مدیترانه است که در رأس این سواحل شما میدونید اسرائیله. در حقیقت این دوتا منطقه رو ابتدا انگلیس برای به وجود آوردن اسرائیل اومد به دست گرفت، چون اون موقع میدونید دیگه عثمانی به شدت مثلا مخالف به وجود آوردن اسرائیل بود. بعد که سقوط میکنه، حتی در هنگام سقوط عثمانی بارها دریادار ترکیه، دریادار عثمانی، دریادار مصطفی پاشا اقدام میکنه که جریان بسیار مخوف بهائیت که در اون موقع اسرائیل قرار داشتن، یعنی در حقیقت حیفا، اسرائیل یعنی فلسطین اشغالی، در حیفا و اوکا قرار داشتن، آقای مصطفی پاشا واقعا بارها تلاش میکنه که به اونجا با نیروی دریایی برسه، کار اینا رو تموم کنه، چون اینا جاسوسی میکردن برای انگلیس، ولی موفق نمیشه. در همون موقع جنرال آلبرنی نیروهای خودشه که تو دریا اومده بود و گسترنده بود، بخشی از اینها رو در همین آکراتاری و داکیلیا برای تسلط روی دریا و بخش‌های سواحل شرقی دریای مدیترانه در حقیقت اومده بود و قرار داده بود اونجا مستقر کرده بود. بنابراین ببین چقدر انگلیس باهوشه. متاسفانه ما قرن‌های گذشته خیلی چیزا رو از دست دادیم و اشتباهات گذشتگان ما در این حوزه به ضرر ما هست و ما درس نمی‌گیریم. همچنان برمیگردیم به جمهوری اسلامی میگیم که تو چرا تو سوریه هستی، تو چرا توی لبنان هستی. ببین این برنامه‌های من شما باورتون نمیشه چقدر مهمه، چون اینا رو به ما نگفتن. ما اگر در گذشتگان ما کسانی بودن این من این حقایق جغرافیایی رو بخوام بگم، مسائل مهم ژئوپلیتیکی و سوق‌الجیشی رو بخوام بحث کنن، ما امروز عقب‌تر از مثلا کشورهای چون انگلیس همونیم. برد این کشورهای استعماری بابت گرفتن همین خاک‌ها در سرزمین‌های یه جورای بی صاحب و بی کتاب بوده در حقیقت. تونستن تو قرن 14-15 در زمانی که ما میخواستیم ایران رو حفظ کنیم، اینا رفتن جزایر رو گرفتن و الان موقعیت‌های خیلی مهم استراتژیک تو دنیا دارن. ولی ما چیزایی هم که داشتیم نتونستیم نگهداریم، مثل بحرین. شما تصور کن بحرین اگر الان دست ما بود، ما آن سوی آب‌های خلیج فارس هم، در سواحل جنوبی خلیج فارس هم، ما امروز تونسته بودیم زمین داشته باشیم و تسلطمون به خلیج فارس خیلی بیشتر میشد. ما اینا رو نه تنها نتونستیم بگیریم، بلکه در طول تاریخ خائن داشتیم، جاهایی هم که داشتیم و بخشیدیم، یا اینکه میخواستن ببخشن، مثلا الان تنبه کوچک و بزرگ و ابو موسی، سه جزیره ای که آقایون جبهه ملی به شاه حمله میکردن ما ببخشیم به اماراتی ها، و اینا حقایق تاریخی است که ما متاسفانه دیدیم و همین الان هم این خیانت ها رو داریم از تمامی طیفامون میبینیم. فشار میارن به جمهوری اسلامی که تو چرا مدافع حرم یا وطن داری تو سوریه، عراق، میگن عراق رو ول کن، سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. بدبخت نمیدونه که نه تنها داره به خودش خیانت میکنه، به نسل آینده و فرزندان خودش داره خیانت میکنه. چون اگر ما تونسته بودیم مثل انگلیس این سرزمین ها رو از آن خودمون داشته باشیم، امروز خیلی قدرتمون از نظر استراتژیک قوی تر بود. ببخشید من یه آب بنوشم. خب از این سرزمین بگذاریم، بحث قبرس، چون سرزمین ها زیاده میخوام صحبت کنم. سرزمین بعدی
آنگویلا هست. آنگویلا که این عکس خود موقعیت جغرافیاییشه، بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی شما میبینید یه جایی یه تیکه نقطه اونجا، و حالا روی نقطه من زوم میکنم ببینید آنگولیا. آنگولیا خیلی مهمه، یکی از جاهای بسیار مهمه. اولا میبینید این بخش ها متعلق به آنگولیا هست، یکی از بخش های توریستیه. خیلی از آمریکایی‌ها بالا میشن میرن اونجا. اولا ببینید این سرزمین‌ها رو ببینید، ته لاکچریه این آنگولیا، بسیار لاکچریه، بسیار جای قشنگیه. خیلی از این آقایین انگلیسی اونجا زندگی میکنن، بانک داره و خیلی از سرمایه‌های انگلیس در همین کشوره. یه پرچم هم براش تعیین کردن که پرچمش رو میبینید سه تا در کنار پرچم انگلیس سه تا دلفین هم هست و اینا، همه این پرچم‌ها انگلیس پرچمش در گوشش هست. خب در تصویر بعدی جزیره برمودا رو میبینید شما. ببینید کجای نقطه جغرافیایی قرار داره و خیلی جالبه، قشنگ در کنار آمریکای شمالی وسط اقیانوس شما میبینید که یه نقطه اونجاست. روش زوم میکنم، جزیره برمودا یکی از جزیره های ته لاکچریه. فیلم ها و عکسه کسایی که سفر کردن توش رو ببینید، واقعا جای زیبا و بزرگی البته. و یکی از کارهای مهمی که در برمودا دارن انجام میدن همین در حقیقت بانکداری هست و بانکداری میکنن و پولهای آقایین در حقیقت جریان خانواده های مختلف حتی صهیونیستی در همین برمودا خابیده. شما نگاه کنید، در نگاه میکنید این تصویرها خندتون میگیره، ولی باورتون نمیشه بخشی از اقتصاد انگلیس برای پولشویی همین برمودا هست. از برمودا تا حالا چی شنیدی؟ فقط مثلث برمودا شنیدی. یه جایی که مثلث برمودا است، هر کی بره چیز میشه، یه دفعه ناپدید میشه اینا. کسی تا حالا در مورد جزیره برمودا باهاتون صحبت نکرده. این جزیره برمودا یکی از مهمترین مکان‌های توریستی و علت توریستیش مهم نیست برای انگلیسی تا اون حدود. یکی از مکان‌های پولشویی و مکان‌های زندگی لاکچری پولدارهای انگلیسه. اونجا قرار دارن. بخش بعدی قلمرو بریتانیا توی اقیانوس هنده. اینم پرچم برمودا بود. ببخشید پرچمش رو نشون ندادم. اینم پرچم برموداست که دارید میبینید اینا. تصویر بعدی که میخوام بهتون نشون بدم قلمرو بریتانیا توی قلمرو بریتانیای جنوبگانه. جنوبگان مال قطب جنوبه، یه تیکه قطب جنوب اینا رفتن ورداشتن، براش پرچم تعیین کردن. کسی هم ساکن نیست اونجا، خالی از سکن است، چون همه اونجا یخبندانه. دقیق نمیدونم انگلیس اینجا داره چی کار میکنه، خیلی هم به خاطرش درگیر بوده با کشورهای مختلف به ویژه آمریکا. حتی آمریکا خودش دستساز انگلیسه، ولی خیلی درگیر بوده. ولی این بخش همه قطب جنوب هم نه، این بخش از قطب جنوب و انگلیسی ها ورداشن، نامشن گذاشن قلمرو بریتانیای جنوبگان. پرچم هم براش تعیین کردن، اینم پرچمه برای جایی که اصلا خالی از سکنه است، یه تعداد اسکیمو اونجا هستن. دقیقا چی کار دارن اونجا میکنن و من نمیدونم و باید روش تحقیق بکنیم، چون این سرزمین نه جای حاصل خیزی است، نه کسی زندگی میکنه که بخوان کار بانکداری اینا بکنن. پس احتمالا برای کارهای آزمایشی خودشون مورد بهره برداری است که من دقیق نمیدونم. سرزمین بعدی قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند که مجموع 1000 تا جزیره است. و خیلی جالب بهتون بگم یه تعداد چند هزار تایی این مجموعه جزایر که الان عکسشو میخوام بهتون نشون بدم، ببینید همه جزایر کوچیک کوچیکیه که دارید میبینید، که 1000 تا جزیره اینجوری اینجا هست که توی نقشه دیگه نمیشه دیدشون. یعنی نقشه بعضیاشونو در حد یه خط که زوم کردم نشون داده، بعضیاشون دیگه در نقشه دیده نمیشه. و مهمترین اینا جزیره دیگو گارسیا هست که الان 4000 نیروی نظامی آمریکا و انگلیس اونجان و خیلی چیز مهمیه. یعنی اصلا پایگاه های قطر و العدید قطر و آمریکایی از طریق همین دیگو گارسیا مجهز میکنن. خیلی وقتا مثلا این بمب افکن هایی که اعلام کردن، بمب افکن های B-52 از همین جزایر دیگو گارسیا یا در حقیقت قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند نام کشورشه. پرچم هم براشون تعیین کردن بهتون نشون بدم پرچمشو. اینم پرچم
در حقیقت این هزار جزیره است که خالی از سکن است. چند هزار تا بومی اونجا زندگی میکردن که آقایان انگلیسی خیلی شیک و مجلسی این بومیان رو اخراج کردن، حتی بهشون حال دادن، اینا رو به قتل نرسوندن، ولی این بومیان رو اخراج کردن از سرزمین مادریشون و این بومیان رو آوردن بعدن در انگلیس و بعضن بخششون رو در آمریکا برای بردگی. یعنی تمام بومیان جزایر دیگو گارسیا کاملا دستگیر شدن، بهشون زنجیر بستن و این بند خدا را از سرزمین مادریشون دور کردن. سرزمین بعدی جزایر ویرجین بریتانیا است که اون هم در بین آمریکای جنوبی و شمالی و این جزیره هم یکی از نقاط بسیار مهم هستش، همونطور که میبینید برای پولشویی انگلیس بانکداراشون بخششون اینجا هستن و خیلی از انگلیسی‌های اصلی که در دولت مخفی میدلبرگ هم فعالیت دارن جلساتشون رو حتی تو این جزیره میذارن. خیلی جالب، بخشی از تصمیم گیری های دنیا رو که اینا میخوان انجام بدن تو این جزیره انجام میدن و بانکداری اینم پرچمشه که دارید میبینید، جایی که پرچمی که گذاشتن. و جزیره بعدی که میخوام براتون بگم همین جزیره فاکلند هستش که اینم نقشه جزیره کیمن هست. کیمن یک سری جزیره دیگه هستش که تو نقشه دارید میبینید که در آبهای نزدیک به کوبا هستن، بین آمریکای جنوبی و شمالیه و اینجا دارید میبینید دقیقا کجاست، کوبا اینجاست و این یه نقطه اینجا در این حد که دارید میبینید و اینم پرچمشه که دارید میبینید و این کیمن هم دقیقا بانکداری میکنه، همون مشخصاتی که جزیره ویرجین داره یا برمودا داره این کیمن هم داره و اونجا دارن کاراشون رو دوباره انجام میدن. دیگه یکی دیگه از جزایر خیلی جالبه، دو تا جزیره است که اینا نامشون جزایر فالکلند هستش که این در آمریکای جنوبیه همونطور که میبینید و خیلی جالب بدونید که به خاطر این جزیره انگلیس مجبور شده، به خاطر این دو تا جزیره مجبور شده با آرژانتین به جنگ در سال 1982، یه جنگ 74 روز اینا از همدیگه کشتن، نزدیک 255 تا انگلیسی و 700 تا آرژانتینی کشته میشن به خاطر این دوتا جزیره و آخرش این جزیره مال انگلیس میشه. 3400 نفر توش زندگی میکنن، 3400 نفر به خاطر این انگلیس حاضر شده 255 نفرش کشته بشن. ببینید پدر سوختگری ها رو به خاطر که بتونه اینجا رو بگیره، پرچمش هم زده، پرچم یه گوسفند هم گذاشته کنار نقشه پرچم انگلیس خودش و اینجا رو تصویب کرده. و خیلی جالب بدونید که از بین این 3400 تا که من داشتم آمار میگرفتم آقا کدوم 3400 نفر اینجا دارن زندگی میکنن، خب زبون رسمیش که انگلیسیه. جالب ببینید تو این جزیره که در اینجاست دارید میبینید بخش قابل توجهی از این 3400 نفر خب هم انگلیسین فرانسویان و برای کشورهای اسکاندیناویان به مانند نروژ و فنلاند و سوئد و دانمارک که دارن اینجا زندگی میکنن. اصل داستانه منتها مهمترین جایی که انگلیس تونسته بگیره جبل الطارق، من هم دوستان دارن نگاه میکنن، بله جبل الطارق هست که خب شما سر کشتی گریسوان با نامش آشنا شدید، این جبل الطارقه و برای من خیلی جالب بود، من تا قبل از داستان حادثه کشتی گریسوان نمیشناختمش و برام جالب تر بود چون من تا اینجا به من کل مالاگا و اومدم ماربلا تا اینجا رو من با ماشین اومدم، یعنی میتونستم با ماشین بیام تا این قسمت، یه فکر میکنم یک ساعت و نیم رانندگی میکردم از ماربلا میرفتم جبل الطارق. من کل اسپانیا رو اومدم و از سمت سواحل شرقی اسپانیا رانندگی کردم، اومدم مالاگا و رفتم ماربلا و از اینجا دیگه رفتم بالا که به سیویا و رفتم مادرید و خیلی برام جالب بود نزدیک ماربلا جایی هست به نام جبل الطارق و اصلا برای اسپانیا نیست و این خیلی جالبه که انگلیسی ها اینا روش دست گذاشتن. به خاطر چی؟ به خاطر که جبل الطارق اولا 13 کیلومتر عرض داره، ولی همین 13 کیلومتر باعث شده انگلیس بتونه تسلط داشته باشه به این تنگه جبل الطارق. چنبه میگم 13 کیلومتر آره، این تنگه 13 کیلومتر اینجا فاصله داره تا آمریکای در میگم آفریقای شمالی و این تسلط انگلیس اینجا تونست نهادینه بکنه که بتونه در این تنگه جبل الطارق تسلط داشته باشه و دیدید که تونست بهره برداری کنه سر کشتی گریسوان ما، زمانی که با ما درگیر بودن تونست همین یه تیکه که اصلا متعلق به انگلیس نیست ولی تونسته با زور این کارو کنه، ولی اسپانیا همچنان باش درگیره، تونست کشتی ایرانو مصادره کنه. حالا جبل الطارق نگاه همین یه تیکه است، حالا بازم عکس انداختم، بله همین یه تیکه، باورتون میشه همین یه تیکه اندازه مثلا فکر کن دو سه تا میدون ما
اینو اومده کرده برای خودش و تونست یه اقدام واقعا غیر قانونی بکنه و کشتی ایرانو بیاد مصادره کنه. پرچم هم براش تعیین کرده، اینم پرچم در حقیقت جبل طارقه. اینا کارهای انگلیسی که آدم واقعا میمونه چی بگه. یکی دیگه از این جزایر مونتسرات هست. مونتسرات هم بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبیه که دارید میبینید، دقیقاً اینجا قرار داره با همون مشخصاتی که جزایر دیگه داشتن. اینم این خود مونتسرات هست، اینم پرچمشه که دارید میبینید. جزیره بعدی پیتکرن هست که این خیلی جای استراتژی داره، یعنی نگاه کنید بین آمریکای جنوبی و در حقیقت قطب جنوب و قاره استرالیا وسط آب، وسط آبه و اینم خیلی جای خاصیه و اونجا قرار داره. حالا باید تحقیق کنیم دقیقاً اینا رو برای چی میخواد، ولی تسلطش بر جهان از نظر نظامی توش اصلا شک نکنید. دیدید همون جبل طارق فسقلی رو تونست ازش بهره برداری نظامی و سیاسی کنه و کشتی بارکش نفتی ما رو، در حقیقت نفتکش ما رو بتونه مصادره کنه. جزیره بعدی که میخوام در موردش بگم جزایر جورجیای جنوبی یا ساندویچ جنوبیه، بهش میگه ساندویچ جنوبی، اینجا قرار داره. من عکسشو میخوام دقیق بگم، اینم دقیقا این جزایر جورجیای جنوبی و یا ساندویچ جنوبی 4 تا هستن که اینها بین آمریکای جنوبی و قطب جنوب و در حقیقت براتون بگم که قاره استرالیا قرار دارن. و این جزایر خیلی براتون جالب بگم که 20 نفر فقط تو این جزایر زندگی میکنن و پوشیده از برف. من نمیدونم اینا رو برای چی میخواد. اینم پرچمشونه که دارید میبینید. جزیره بعدی جزیره تورکوس و کایکوس هست. این جزیره کایکوس دقیقا میخوام بهتون بگم کجا قرار داره، خیلی نزدیک اون یکی جزیره بهتون فالکلند که هستش که با آرژانتین درگیر بودن، پایین تر از اونه، نزدیک قطب جنوبه و این جزایرم اونجا تعداد کمی توش زندگی میکنن بخاطر که خیلی سرده و برفیه چون نزدیک قطب جنوبه. جزیره بعدی سنت هلن هست که اینو میبینید که اینم نزدیک در حقیقت این پرچم چیز نشون بدم، این پرچم جزایر ساندویچ جنوبی بود که سرد بود. جزیره بعدی که میخوام بهتون نشون بدم بین آمریکای جنوبی و شمالی جزایر سنت هلن هست که دارید میبینید. این قبلی نه اون قبلی که اون بود رخشی، این جزیره بخشی تورکوس و کایکوس اینه، من یه دقیقه قاطی کردم. بله این جزیره همون ساندویچ جنوبیه که اینجا قرار داره، این چند تا عکس گرفته بودم. جزیره بعدی تورکوس و کایکوس هست که پرچمش اینه، این خود نقشه‌شه، اینم پرچمشه. جزیره بعدی سنت هلن هست. سنت هلن یکی از این سه تا جزیره بالای این وسطیه و بخش بالاییه، بالای عکسش رو انداختم و این سنت هلن هست و خیلی جالبه بهتون بگم همین جزیره رو البته سال 2017 توش فرودگاه زدن بخاطر که تا قبل از این فقط با کشتی میرفتن. چرا فرودگاه زدن؟ به خاطر قهوه این جزیره است. این قهوه این جزیره گرونترین قهوه کره زمینه، قهوه سایت ماریا هست نامش، گرونترین قهوه است و انگلیس اونجا رو دست گذاشته. دو تا جزیره دیگه هم کنار این بود که بهتون نشون بدم، دو تا جزیره دیگری که الان دارید میبینید که کنار اینه در حقیقت اسنشن هست. اسنشن پرچمش اینه که کنار همونجا، فرودگام هنوز براش نزدن ولی و تعداد کمی توش زندگی میکنن. جزیره بعدی هم این هم پرچمش بود. و جزیره آخر هم که همون منطقه بین آفریقای جنوبی و آمریکای جنوبی قرار داره، تیرستان و داکوانا هست و این جزیره هم در حقیقت از آن انگلیسه. به هر روی این تصاویری که بهتون نشون دادم آدم باید روش تحقیق کنه هر کدوم از این جزایر دقیقاً دارن چیکار میکنن. بعضیاشون مثل جبل طارق خب مشخصا معلومه، بعضیاشون دارن بانکداری میکنن، یا جزیره دیگو گارسیا وسط اقیانوس هند بهره برداری نظامی داره میشه، اینا مشخصه. ولی در کل برخی از این جزایر باید تحقیقات بیشتری بشه که آدم بدونه انگلیس با هر کدوم از اینا داره چیکار میکنه، به ویژه مثلا سرزمین جنوبگان انگلیس که در قطب جنوبه و اونجا اومده براش پرچم زده و اینا، و دقیق بدونیم اینا رو دارن چیکار میکنن. ولی بدونید که انگلیسی‌ها پولاشون تو این جزایره، بخشی از این جزایره، و خیلی هاشون دارن تو این 4 تا 5 تا جزیره زندگی میکنن، حتی در این 2 جزیره بالا دارن زندگی میکنن، حالشو میبرن و تبلیغ میکنن آقا توی ایرانی، توی جهان غربی، آقای هندی، آقای غیره، بلند شو بیا تو این جزیره من تو انگلیس زندگی کنم، ولی ما پولدارامون میرن این بخشای دیگه جزیره که داریم در
دنیا اونجا زندگی می‌کنه. این حقایق و مسئله‌ای که وجود داره، ما با شناخت ژئوپلیتیک، اگه ژئوپلیتیک رو خوب بشناسیم، خیلی از مسائل پیچیده دنیا برامون حل میشه. یعنی دیگه نیاز نیست شما برید کتاب بخونید، آی بفهمید چه خبره. شما فقط ژئوپلیتیک رو خوب بشناسید، یعنی جزایر دنیا رو بشناسید، کدومشون کجا قرار دارن، یا سرزمین‌های مختلفو بشناسید، به نظر سیاسی ببینید برای کی هستن. بخش قابل توجهی از اینا برای انگلیس و فرانسه هستن و اینها اونجا زندگی نمی کنن. اینا نکاتیه که من دوست داشتم این برنامه رو بسازم. نگاه ما به مسئله جغرافیا ذهن ما رو برای خیلی هم مسئله چیز میکنه، در حقیقت آماده میکنه که مسئله بهتر بتون تصمیم بگیریم. متاسفانه ما قرنهای گذشته رو از دست دادیم، وگرنه الان به جای انگلیس ما بایستی این سرزمین ها رو میداشتیم و اون وقت تسلط ما خیلی بیشتر از این مسئله بود که امروز داریم. ولی متاسفانه ما بخش‌هایی هم که داریم و الان تازه ایران ما مرچی دارم میگم، ما جهش تمدن داریم، تازه ما داریم حرکت میکنیم سمت عراق، سمت سوریه، که اینا سرزمین‌های در حقیقت حوزه تمدنی ایران بزرگه و ما از نظر تاریخی اینا یک جورایی نگاه پدرانه به این سرزمین، برای امنیت خود اون سرزمین سوریه، لبنان و عراق و حتی خودمون، برای امنیتمون ما باید اونجا باشیم. الان باید بیاییم بعضی رو توجیه کنیم که چرا اونجا هستیم. ولی اگر ما بتونیم در چارچوب جغرافیایی و بحث ژئوپلیتیک مردم رو بیاییم و آگاه بکنیم که آقا این انگلیس ها یه جزیره اینجاست و نه همه جا رو گیره، اینا فقط سرزمین های فرادریایی انگلیسه، ما دیگه کاری به هند نداریم که هنوز انگلیس اونجاست، کاری به برخی از این کشورهای آفریقایی که انگلیس بهشون تسلط داره رو نداریم، مثل آنگولا، ما کاری به اینا نداریم و فقط دارم جزایر فرادریایی، سرزمین های فرادریایی انگلیس رو صحبت میکنم. وگه نگه بخوایم تسلط انگلیس رو بگیم، انگلیس هنوز در استرالیا، در آمریکا، در کانادا، هنوز که هنوز شما پول مردم کانادا عکس ملکه انگلیسه. به این بخشا اصلا نپرداختیم. ما در این برنامه فقط جزایر کوچولو کوچولو انگلیس در سرتاسر کره زمین که بهش میگه سرزمین‌های فرادریایی رو یک نگاهی کردیم، اونم خیلی جزئی، خیلی فهرستوار یک نگاهی کردیم که مجموعه اینا از کشور ما بزرگتره. اینا مسائل پیچیده جهانه. بعد ما داریم در این حوزه ها کار میکنیم، فکر میکنیم یه عده از این براندازه و رضا بازا اینا نمیگم، یا آقا فلان کن و بحثای چیچکر کنه، یه چیزای خیلی پیش پا افتاده میگم. برخی از این فناتیکای مذهبی هم به من میگم بیا بحث مذهبی کنیم. قربونت برم، ما داریم کار جدی فکری میکنیم. دنیا اینه، این داستاناست. تو کجایی؟ هم به عنوان برانداز، هم به عنوان اون بخش از فناتیکای مذهبی. اینجا نمیخوام اینو به همه مذهبی ها ربطش بدم. مسئله دنیا اینقدر پیچیده، اینقدر اصلا شوک آوره. حتی تو گیر کردی تو یه سری مسئله واقعا دعوای لاف مولا، یه براندازی و آقا اسلام خوبه، ایران خوبه، دو قطبی های کازه. دنیا ببین چه خبره. ما باید حق تاریخیمونو بگیریم از این دنیا. و اگر نریم به سمت این که حقمونه بگیریم و اگر نیروی دریایی ایران که داره قدرتمند میشه و سال 99 سال نیروی دریایی ایرانه، ما اگر نتونیم این ناوهای سهند و بایندور خودمون رو در اقیانوس ها بندازیم، کلامون پس مرکز. نه تنها نمیتونیم امپراتوری ایران بزرگ رو تشکیل بدیم، حالا برای خیلیاتون که فقط ذهنتون بیشتر از نوک بینی و شکم کارت خوردتون که دیگه فراتر نمیره، که هرچی میشه آه من شکمم گشنم اینه بخور تا چیکارت کنم، از سیری امیدوارم یه روزی بمیرید شما که اصلا مسائل عمیق نگاه نمی کنید، چیکارتون کنید. حالا تمدن اینا رو ولش کن، اگه ما حضور پیدا نکنید، نه تنها حالا تمدنی که براتون مهم نیست امپراتوری تشکیل نمیشه، همین امنیت جغرافیای کنونیمون تو خطره. شما میبینی همین امنیت جغرافیایی کنونی ما الان پانکورد داریم، پان عرب داریم، همینا الان انگلیس داره اینا هم تحریک میکنه. انگلیس اینجوری نیستش که همینا رو داشته باشه بی خیال بشه، کلی هزینه دارن میکنن دور تا دور ایران که تیکه تیکه کنن کشور ما رو. تو اصلا خبر نداری. تمام این آفریقا رو میبینی که بعد روش تحقیقات گسترده که تمام این مرزهای ژئوپلیتیک و انگلیسی‌ها براشون کشیدن، فرانسوی‌ها کشیدن، حتی هلندی‌ها کشیدن. شما برید اینا ببین، شما همین دریاچه‌ای که اینجا می‌بینید، این نام این دریاچه چیه؟ بین کنیا و آنگولا، بین کنیا و اوگاندا، یعنی اوگاندا است، این کنیاست. بین اینا دعوا بود، انگلیسی‌ها گفتن دعوا نکنید، بیاید ما براتون حلش می‌کنیم، نام ملکه ما رو بذارید. نامش گذاشتن ویکتوریا.
نمیدونی، خبر نداری. ما باید مسائل ژئوپلیتیک رو خوب بشناسیم. یعنی یه دریا، تنها دریاچه آفریقا، یعنی تنها دریاچه بزرگ آفریقا که به این شکله، شما نگاه کن برگشته نامش کرده ویکتوریا. بین دعوای سه تا کشور آفریقایی ارزه نداشتن خودشون حل کنن، انگلیس اومد نام ملکه خودش رو چپون اونجا. اینا نمیدونی. اینجا الان یه جزیره دیگه یه، حالا توی نقشه خوب نیست دیده نمیشه، به نام مایون. ملکه اول قبلی انگلیس اومد اونجا عروسیشو گرفت. اینا رو خب ما خبر نداریم و تازه داریم میپرسیم چرا ایران تو سوریه و لبنانه. واقعا شرم‌آوره و ما باید ژئوپلیتیک رو خوب بشناسیم و باید کشور، این خیلی خوب سپاه پاسداران فرامرزی داره کار میکنه، ما باید بریم به سمت تسلط بر روی آبها و باید بخش نیروی دریایی ما تمام این آبها رو ما تسلط پیدا کنیم. امپراتوری ایران یک مسئله اجتناب ناپذیر باید تشکیل بشه و باید یاد بگیریم. متاسفانه ما تاریخ رو از دست دادیم. ما یه چند قرن به خاطر حمله مغول، حمله اسلام، متاسفانه ما عقب افتادیم از مسائل ژئوپلیتیک دنیا و عقب این عقب افتادگی باعث بخش قابل توجهی از مشکلات بعدی برای ما بوده. به هر روی امیدوارم که با این برنامه سطح خودمون رو بالا ببریم و کشور رو بتونیم با فکر سازی، اندیشه سازی به سمت درستی پیش ببریم. حالا اونایی که نگاه تمدنی ندارن ایرانی نداره، حداقل نگاه این بحثای نوک بینی هم که دارن، سطحی رو دارن برای امنیت شخصی خودشون، اقتصاد شخصی خودشون هم باید همراه ما بشن. حتی اونایی هم که دیدگاه مذهبی صرف دارن، اونها هم باید همراه این گفتمان بشن، وگرنه نقشه ها کشیدن برای نابودی همین جغرافی های فعلی ما. اون موقع که این جغرافی های فعلی بره، اونی که نگاهش فقط نگاه امنیتی و اقتصادی شخص خودشه اونم از بین میره، اونی که نگاهش فقط مذهبیه، به قول اون گوساله‌ای که داشت میگفتش که گور پدر ایران عشق است اسلام، یکی این فناتیکای مذهبی، اونم خواهد رفت و ما هم که نگاهمون تمدنی آی ایران ایران میکنیم، ما هم از بین میریم. پس ما در یک کشتی سوار شدیم با هم دیگه و نام اون کشتی نام مقدسی است به نام ایران و باید هوشیار باشیم با آگاهی یافتن و پازل‌های بزرگتر رو بعد خود بررسی کنیم. بُعدهای دیگر رو به جز اون بُعدهایی که به من گفتن، فقط بحث‌های مذهبی و غیره رو باید نگاه کنیم و بتونیم که کشور خودمون رو از حقش و از این فراز و نشیب تاریخی، از دل تاریخی دوباره باز پس بگیریم. شب و روزگار خوش. این بخش برنامه رو می‌بندم. پاینده ایران، بدرود.